ایران موثق گفتم خیلی وسیعه. خیلی خیلی ایران موثق خیلی وسیعه، یه 10% هم خارج، حداقل خارج از مرزهای جغرافیایی ایران الان دیگه شوخی نداره، در تاریخ ایران سابقه است این پدیده. 10% چی آقای دکتر؟ 10% جمعیت ایران الان خارج، حداقل خارج از ایران زندگی میکنه و این یعنی در تاریخ ایران تا اونجایی که من میدونم چه حتی محاضرت... از زمان حمله عرب هم من تا اونجایی که سعی کردم ببینم و تنها چیزی که باش قابل مقایسه است مهاجرت زرتشتی هاست به با حمله هزیست بله جهاد جامعه پارسی در هند، ولی از اون آمار دقیقی که در مورد جمعیت اون زمان متاسفانه وجود نداره، ولی الان آمارش خب دقیق است، 10% جامعه نشون میده. اگر الان فکر کنید آمریکا 10% جامعه آمریکا خارج از آمریکا بره زندگی کنه، یعنی نزدیک 40 میلیون باید از این مملکت برن، 35 میلیون باید برن. شما فکر کنید 10% جامعه چین امروز تصمیم بگیره که وضع چین قابل زیست نیست و غربت رو بر مملکتش ترجیح بده، 150 میلیون آدم از چین خارج خواهد شد. در ایران خب این 7 میلیون 8 میلیون دیگه واقعا شرم اون رژیمی است که چنین فضایی ایجاد کرده که 10% جامعه غربت رو بر مملکتش ترجیح داده. آقای دکتر میرانی، شما واقعا بر اساس دانسته هاتون از تاریخ فکر میکنید که این رژیم سرانجام فرو بریزه به زودی؟ من تردید ندارم که این رژیم با این ترکیب فعلیش، با این رهبری فعلیش، با میدانداری کسانی مثل آقای علم‌الهدا یا رئیسی، با جامعه ایران سنخیتی نداره. جامعه ایران یک تفاوت اساسی داره، جامعه متفاوتی است. یه 10% 15% هستن که ممکنه طرفداران این وضع موجود به شکل کنونیش باشن، ولی به نظر من یک اکثریتی نشون دادن، چون اونها که رفتن، چون اونها که در داخل هر وقت فرصت کردن علیه وضع موجود رای دادن. این 25 میلیونی که به روحانی رای دادن بیشتر از بغض معاویه رای دادن، از رای آشکار نه به وضع موجود بود، و به همین خاطر من هیچ جامعه نمیشناسم که انقدر یک اقلیت کوچیکی بختکوار سوار جامعه شده. یک اکثریت جامعه تغییر میخواد، تغییر تدریجی میخواد، تغییر انقلابی هم نمیخواد، منتظر منجی از خارج کشورم نیست، به هیچ وجه هم نمیخواد آمریکا براش تعیین تکلیف بکنه، آمریکا وظیفش تعیین تکلیف برای ایران نیست، ولی خود مردم هم بلوغشو دارن، هم شعورشو دارن، هم خواستشو دارن، و به نظر من این به این شکل با این همه ناهمخوانی بین یک اقلیت حاکم و یک اکثریت محکوم به گمان من قابل دوام نیست. آقای دکتر، در یک گزارش مفصلی دیروز خواندم که پریروز مریم میرزاخانی، ریاضیدان بزرگ ایرانی، استاد دانشگاه استنفورد، دانشگاه شما، با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکنه برای دومین بار. به گزارش خبرگزاری ها، پیگیری های این خبرنگاران حاکی از آن است که مریم میرزاخانی، ریاضیدان نابغه ایرانی، همکنون به دلیل بیماری سرطان در بیمارستانی در آمریکا به سر میبرد. یکی از نزدیکان او از وخیم بودن بیماری این دانشمند ایرانی خبر داد و گفت همکنون مریم میرزاخانی به دلیل بیماری سرطان در یکی از بیمارستان آمریکا بستری شده است. آقای دکتر، با خود خانم میرزاخانی هیچ وقت روبرو شدید یا گفتگو کردید؟ من روبرو شدم یه بار در اصطلاح کافه استادا
ایشون رو دیدم، ولی هرگز با ایشون مرابطه نزدیکی نداشتم. چند بار با ایمیل با ایشون به خاطر کارهای مختلف دانشگاهی در تماس بودم. متاسفانه از چند هفته پیشم از همکارانشون شنیدم که حالشون متاسفانه خوب نیست و براشون واقعا آرزوی سلامت و بهبود کامل دارم. یکی از چهره های درخشان جامعه ایرانه، یکی از برجسته ترین دانشمندان ریاضی جهانه و دوباره یکی از اون 10% است که به لحاظ فقدان امکانات ایران رو ترک کرد و بهترین دانشگاه های آمریکا از پرینستون تا هاروارد تا استنفورد شایق و مایل بودن که از شون رو در اونجا چه به عنوان دانشجو چه به عنوان استاد استخدام بکنن. من با چندین دانشجو که دانشجوان ایشون بودن و با چند نفر از همکاران که همکاران ایشون بودن در مورد واقعا سلوک اخلاقی بقایت متواضعانه ایشون خیلی صحبت کردم، خیلی مطالب شنیدم و واقعا براشون آرزوی سلامت و بهبود کامل و عاجل تمام. ایشون از دانشگاه شریف در آمدن، دکتری خودشون رو در سال 2004 از هاروارد گرفتند. از مریم میرزاخانی تو این خبر آمده به عنوان یکی از 10 ذهن جوان برگزیده سال 2005 از سوی نشریه پاپولر ساینس در آمریکا و ذهن برتر در رشته ریاضیات تجلیل شد. اون جایزه که ایشون گرفتن، جایزه ریاضیاتی که گرفتن در حد نوبل ریاضیه دیگه، بهش به عنوان نوبل ریاضی میگن و اونجایی که میدونم ایشون اولین زن هستن که این جایزه رو دریافت کردن، یعنی یه مرز خیلی مهمی رو شکوندن و شگفت‌انگیزی واقعا سلوک شخصی ایشون این است که به رغم این قضیه اون تواضع عجیبی که درشون هست و در این حال توجهی که به دانشجو میکنه، یعنی تواضع همراه با مهر به دانشجویان است. با اینکه مثلا من خیلی سعی کردم، ما یه جلسه تشکیل دادیم 10 تا استاد دانشگاه استنفورد استاد و یه نفر عضو هیئت امنای دانشگاه استنفورد اومدن، هر کدوم در مورد کارهای خودمون صحبت کردیم. بهرام بیضایی بود تا حمید مقدم که عضو هیئت امناست، دکتر معین بود که کرسی مهندسی مکانیک رو داره، خیلی کارهای جالبی دوستان میکنن. دکتر پرویزی بود در مورد کارهای واقعا شگفت‌انگیزش در اعصاب و نوروساینس و اینها صحبت کرد. ما خیلی سعی کردیم ایشون رو هم تشبیه رن و خب حاضر نشدن، برای اینکه اصولا در مجامع حاضر نمیشن تقریبا هیچ مصاحبه‌ای بعد از بردن جایزه نوبلشون نکردن. یک گوشگیری و ولی در این حال همراهی و همدلی فراوان با دانشجوانشون هستن. دانشجوانی که من دیدم باشون تماس دارن همه بدون استثنا از مهر خیلی فراوانشون توجهشون به دانشجوانشون یاد میکنن. آقای کمیلانی، دیشب یک سردبیر یک نشریه هر 3 ماه یک بار، نشریه فصلی ادبی و تحقیقی، زنگ زدن به من، ایشون به شما خیلی ارادت دارن، غیر از ارادت اصلا یه مصاحبه مفصلم با شما کردن 1-2 سال پیش، میدونی کی رو میگم؟ بله بله. ایشون خیلی نگران بودن، میگفتن نکنی اینه ساختن براشون. نه، من تا اونجایی که من میدونم، من این خبر رو چندین هفته پیش از یکی از همکارانشون شنیدم و به نظر نمیاد که خبر ساختگی باشه. امیدوارم ساختگی بود ولی به نظر نمیاد متاسفم.
آقای دکتر میلانی، این ماجرای جنگ لفظی آقای خامنه ای و پاسخهایی که رئیس جمهوری به او میده یه جنگ سیاسی غیر قابل فهمی است. یعنی هنوز کسی در ایران نمیدونه اینا واقعا دارن با هم مبارزه میکنن یا جنگ یک زرگریه، جنگ سیاسی میان خامنه ای و روحانی، جدالی پرمخاطره است. در یک خبر خواندم زیرا نتایج هم برای ایران و در منطقه آسیب‌های جدیدی را تولید می‌کند و حاکمیت دینی را با گسیختگی عریانی مواجه خواهد کرد. البته جمهوری اسلامی از ابتدا رژیمی بوده است با ساختار بحرانی و درگیری‌های جناح‌ها اغلب با تصفیه حساب حاد یا خونین همراه بوده است. امروز پرسش اینجاست که عوامل بحران برانگیز کنونی کدامند؟ من اولا فکر میکنم زرگری است، برای اینکه من فکر میکنم دو نکته به شدت این تعارض و تنش کمک کرد. یه نکتهش یه نکته تاریخی است. ببینید نهاد رئیس جمهور به عنوان نهادی که منتخب مردم هست و برخواسته تا حدی، حالا آخونده اومدن و نظارت استصوابی رو زور چپون کردن و حق شهروندی رو در واقع سعی کردن از مردم بگیرن و به حق خودشون اضافه بکنن، ولی با این حال بدون رأی مردم رئیس جمهور انتخاب نمیشه. رئیس جمهور نماینده اون جمهوریت این رژیمه و برخواسته از اراده مردمه، حتی اراده کنترل شده نظارت استصوابی شده مردم. ولایت فقیه خودش اصلا مستقنی از مردم میدونه. طرفدارای آقای خامنه‌ای که میگن اصلا ولی فقیه رو انتخاب هم نمی کنید، اونو خدا انتخاب میکنه، شما کشفش میکنید. خب یه واقعا میگم اینو مصباح یزدی یه چیزی شبیه به این گفته بود، علامه خدا یه چیزی، همه اینایی که به قول آقای گنجی آخوندهای درباری هستن اینو میگن دیگه. یعنی یه چیزی یاد گرفتن از بودا و بودیسم و اونا هم، چون بودا هم میگن وقتی بودای موجود میمیره ملت میگردن دور دنیا که بودای جدید رو کشف کنن. اینا هم گفتن که نه شما نمیتونید ایشون رو عزل بکنید چون اصلا انتخابش نکردید. حالا تو قانون اساسی به صراحت هست که مجلس خبرگان هم حق انتخاب داره هم حد عزل داره، ولی اینا انقاد گذاشتن توش که نه حق عزل نداره، انتخاب هم در واقع نمی کنید، کشف میکنید. خب این دوتا مفهوم کاملا تاریخی متضاده. یکی یه مفهوم قرون وسطایی از مشروعیت، یا کسی هم، من یه بار این مشروعیت رو استفاده کردم برای من یادداشتی فرستادن گفتن که مشروعیت درست نیست، باید گفت مقبولیت، چون مشروعیت یک کلمه است که روحانیون جا انداختن، چون مشروعیت رو که اون در واقع واژه انگلیسیش لجیتیمیسی است یا لجیتیمیته فرانسه است، ربطی به شهر نداره. مقبولیت برایش واژه درستی است که به نظرم نکته خیلی جالبی بود. به هر حال مقبولیتش یا مشروعیتش اون الهی است، مقبولیت این یکی برخواسته از رأی مردم هست. این یه مسئله شه. یه مسئله دیگه به نظر من این که دوتا جهانبینی مختلف الان تو ایران داره با هم در نزاع است. از اجزایش بگیرید اینا با هم فرق میکنه. یکی طرفدار روسیه است. یعنی مثلا ما الان تو آمریکا روزی نیست که ما در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا چیزی نشنویم یا نخونیم. روسا که ایران براشون کم اهمیت نیست. روسا در انتخابات اخیر در ایران از کی حمایت کردن؟ رابطهشون با رئیسی چی بود؟ رابطهشون با آقای خامنه ای چیه؟ اختلاف در درون هیئت حاکمه سر این قضیه به گمان من اختلاف جدی است. در همه مسائل، از نحوه مواجهه با زنان بگیرید، حضور زنان در استادیوم بگیرید، میزان آزادی فضاهای مجازی بگیرید، تا اقتصاد دولتی، تا اینکه وقف‌های مذهبی مالیات بدن یا نه، میزان دخالت و چنگ اندازی سپاه در اقتصاد،
در همه این زمین‌ها بین این دو جهانبینی اختلافه. و به نظر من روحانی به مدت‌ها اون وسط سعی کرده بود بیسته، الان کاملا متوجه شده که این یکی، این راه حل به گمان من حداقل برای آینده ایران جوابی نداره. آینده ایران رو، آینده این منطقه رو، اقتصاد ایران رو براشون جوابی ندارن. شما همین تصویری که الان دارید نشون میدید، نگاه بکنید به این تصویر، اینها سران رژیم هستن، اینها بزرگان رژیم هستن. زنا کجا هستن؟ زنایی که 60 و چند درصد تحصیل کرده های ایران هستن کجا هستن؟ جوانا کجا هستن؟ 60 و خورده درصد جامعه ایران، زیر 30 درصد اینا سن متوسطشون فکر کنم 80ه. چطور میشه شما یه جامعه یه جوان رو با یه چنین هیئت حاکمی اداره میکنید؟ این دعوا به گمان من دعوای بسیار بسیار جدی است و بر سر این نگاه های کاملا متفاوتی به آینده ایران، نقش منطقه، نقش ایران در منطقه، نقش سپاه در سیاست، نقش سپاه در اقتصاد، میزان سانسور، میزان آزادی برای زنان. دوباره سر اینکه چقدر زنان گیر بدن، سر اینکه تو ماشین خودشون تو خیابون دارن، تو جاده دارن راه میرن، چیکار میکنن، اختلاف هست دیگه. یه دی میگم ول کنید بزنید تو خانه، تو ماشین خودش که دیگه زن باید آزاد باشه هر کاری میخواد بکنه. حالا آقای علم‌الهدا اومده گفته که نخیر، ماشینم عرصه خصوصی نیست. نه علم‌الهدا، آقای موحدی کرمانی، امام جمعه تهران. خب ببین، تو آمریکا پلیس حق نداره اگه شما رو متوقف میکنه، حق نداره داخل ماشین شما رو بگرده، چون فهم میکنه ماشین شما عرصه خصوصی شما. اگر حکم دادستان داشته باشه که حدس بزنن که شما در ماشین مثلا مواد مخدر دارین، اگر به اون حکم وارد ماشین شما بشه، در اونجا اسلحه پیدا کنه، حق نداره اون اسلحه رو به عنوان نشان جرم بگیره. یعنی در این حد ماشین عرصه خصوصی است. حالا یا آخوندی اونجا اومده سر امام جمعه در نماز جمعه فتوا داده که ماشین عرصه خصوصی است، خب جامعه ایران این که نمیپذیره به این راحتی. به همین خاطر اینا به نظر من دو روایت متفاوت هستن و منطقه هم آشوب فراوانی درگیرش هست، دوچارش هست. و اگر سیاست های عقلانی در ایران پیدا نشه، واقعا آینده خطرناکی در انتظار است. با تهدید دائمی و میدونید شعار علیه اسرائیل دادن و اینجور مسائل، بحران اقتصادی ایران، بحران جمعیتی ایران، بحران اشتغالی ایران، بحران ایران در قضیه نفت. ببینید، با این استنفورد یه پروژه اقتصادی درست کردیم تو گروه ایران شناسی به اسم ایران 2040. یه دانش محققین واقعا درجه که اقتصادی دارن کار میکنن، هیچ گونه چیز سیاسی هم ندارن، وابستگی سیاسی هم ندارن، هیچ گونه. اصلا شگفت‌انگیز ابعاد بحران آب، کشاورزی، مواد غذایی، بافت جمعیت. 15 سال پیش جمعیت ایران 75% جوان بوده، 20 سال آینده 65%ش مسن خواهد بود. اونا چجوری اقتصاد رو حل خواهند کرد؟ اون جوان ها چجوری خرج این جمعیت پیر رو میده؟ با سقوط وضع نفت و با... یعنی مشکلات ایران بسیار بسیار به نظر من جدیه و محتاج عقل و خرد بیش از هر زمان دیگری. و یه دی نمیخوان، یه دی نشستن. ممکنه انفجاری هم باشه های دکتر؟ من فکر میکنم میدونید تنها دلیلی که انفجاری نشده به نظر من، مردم نمیخوان انفجار دیگه بشه، برای اینکه اولا یه بار دیدن انفجار چی حاصلی داده. از انفجار اون زمان حاصل این شده، دو منطقه رو میبینن، سوریه رو میبینن، عراق رو میبینن، افغانستان رو میبینن، پاکستان در حال التهاب رو میبینن و
امیدشون و فکر میکنم درایتشون در حدی هست که اون امید رو متحقق بکنه. امیدشون این هست که یه جوری یک عقلانیتی بر این حکومت مبتنی بر زور بیشتر و مبتنی بر جزم بیشتر و مبتنی بر سرنیزه بیشتر حاکم بشه. ممنونم آقای دکتر. در یک تحلیلی دیدم نوشتند جدال ولی فقیه و رئیس جمهوری بیانگر تناقض قطعی ولایت فقیه و شکل جمهوریت است. برمانم بیان شماست. دقیقا. خب میدونین اصلا ببینید انقلاب ایران به گمان من، من تو کتاب نگاهی به شاه به تفصیل در این مورد نوشتم، انقلاب ایران در واقع خواستش دموکراتیک بود. مردم نمیخواستن حکومت شاه رو بندازن، یه حکومت سلطانی خیلی قدر قدرت تر از شاه و خودسرانه تر از شاه. یعنی شاه ممکن نبود با بودجه های نفتی به این خودسری که اینها عمل میکنن عمل بکنن. یه دستخط بنویسن ارتش مثلا یا پلیس ایران مثلا یا بابک زنجانی مثلا میلیاردها دلار نفت ایران رو از آن خود بکنه. مثلا چنین سابقه ای نبوده. یک بار در دوران تمام شاه من هرگز چنین چیزی ندیدم. اونا یه دولت دموکراتیک تری میخواستن، یه دولت دموکراتیکی میخواستن. از دل اون تا حدی هم به خاطر سیاست های شاه که دست آخوندها رو باز گذاشت، تنها به اونا اجازه فعالیت داد، تمام نیروهای ملی رو دستشون رو بست، تمام چپ رو یا بست یا زندان کرد. فقط آخوندها حق داشتن فعالیت بکنن، مسجد بسازن، هیئت را بندازن، پول جمع بکنن. نشریاتشون تنها نشریاتی بود که بدون سانسور چاپ میشد. خب وقتی رژیم شاه به بحران رفت اینا بول گرفتن، ولی بول به این شکل گرفتن که وعده دموکراسی دادن. آیت الله خمینی یک بار در پاریس صحبت از ولایت فقیه نکرد. یک بار 120 مصاحبه داده. من یکی از دانشجوامون همه مصاحبه‌هاش رو رفته تا اونجایی که اون تو مقالش نوشته و دیگران هم تایید کردن، یه بار ایشون از صحبت ولایت فقیه نکردن. گفتن ایران یه چیز جامعه آزادی است، همه آزادن، زنان برایشون حجاب اجباری نخواهد بود. اینا قولهایی است که داده شده در اون زمان. چرا این قولا رو میدادن؟ برای اینکه فکر میکردن انقلاب ایران انقلاب دموکراتیک. قانون اساسی هم یک وجه دموکراتیک داره که انتخابات آزاده، یه وجه مستبد داره که ولی فقیه. هر روز که از آغاز انقلاب گذشت وجه جمهوریش رو اینا سعی کردن محدودتر بکنن با نظارت استصوابی، مثلا با بیشتر کردن قدرت ولایت فقیه، با اصلا تغییر قانون اساسی. قانون اساسی تغییر پیدا کرد از ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه. تصادفی که نبود، یه دلیلی به اضافه کردن اون کلمه بود. ولی این تضاد در جامعه وجود داره. شما با تغییر قانون تضاد اجتماع رو از بین نمیبرید. مردم دموکراسی میخوان کماکان و یه اقلیتی میخوان اصل به قول آقای مصباح یزدی اسلامیت قانون اساسی رو اضافه کنن. آقای دکتر میلانی چه خبر از اون تئاتری که قرار بودش در دانشگاهتون برقرار بشه به نام رقص پاییزی؟ اون کماکان قرار اجرا بشه و اجرا خواهد شد در اوت 4 و 5 و 6. اوت 4، 5 و 6 ازش 4 تا اجرا خواهد بود. اوت 5 ازش 2 تا اجرا داریم، یه اجرای ساعت 2 و یه اجرای شبانه. بلیط‌ها الان قابل دسترسی هستن از طریق همون استنفورد تیکت آفیس. نمایش به فارسی است، 1.5 ساعت هست. خانم شبنم طلوعی کارگردان و نویسنده و در واقع بازیگر این نمایش هستن. در شهرهای خیلی متعددی در اروپا و کانادا و حتی در آمریکا چند جا اجرا شده، ولی اولین باری که تو استنفورد اجرا میشه. و چون سالنش کوچیکه، سالنش به خواست خانم طلوعی کوچیکه، 100 نفر بیشتر جا نداره. اگر دوستان مایلن تشبیه بیارن باید لطف کنن زودتر اقدام کنن.
زبانش به فارسی است ولی ترجمه انگلیسیش هم در سوپر تایتل اون پشت است. به همین خاطر اگر دوستانی آمریکایی دارید یا هر زبان دیگری که انگلیسی میخونن، اونها هم قدمشون رو چشم. ممنونم. آقای دکتر، بی بی سی یک گزارشی داره میگوید هزاران پناهجوی ایرانی در اروپا مسیحی شدند، مسیحی میشوند. بعضی از آنها میگویند مسیحیت برایشان تولدی دوباره است. بعضی هم میگویند تنها راهی است برای گرفتن پناهندگی و اقامت. بعد نوشتن که خبرنگار ما برای تهیه یک مستند با بعضی از این مهاجران و پناهجویان صحبت کرده است و نسخه کوتاه شده این گفتگو رو هم گذاشته است. بی بی سی، بی بی سی فارسی. دیدم تو آمریکا هم هستن. تو آمریکا هم؟ اروپا نیست. تو آمریکا هم به یک روایتی هزاران نفر ایرانی تازه مسیحی شده هست. در همین منطقه ما نشریه خودشون رو دارن، جلسات مرتب دارن و دوباره این بایستی درس عبرتی باشه برای رهبران مذهبی در ایران. برای اینکه اول که این مبلغین مذهبی مسیحی به ایران آمدن در قرن 19 و این تجربه است که در کشورهای دیگه هم تکرار شده. یک کتاب خیلی جالبی هست در این مورد به اسم The Arabist، یک محققی نوشته، اینا رو تفصیل اونجا توضیح داده. این مبلغین که میان تقریبا هیچ کسا نمیتونن متقاعد بکنن که مسیحی بشن، ولی همشون تعداد زیادشون از اون ایران خوششون میاد و به جای که برگردن به آمریکا میمونن در ایران، مدرسه درست میکنن، مدرسه جردن رو درست میکنن، مدرسه که بعداً در واقع البرز میشه، کارهای مختلف میکنن که هیچ کسی نمیتونن متقاعد بکنن. از یه طرف به خاطر واهمه است، برای اینکه در بعضی از رساله های عملی شما اگر مسلمان به دنیا آمدید حق تغییر مذهب ندارید. بعضی ها از روحانی تشیع میگن بایستی الان دیگه پذیرفت که اگه کسی آزادانه بخواد بتونه تغییر بده، ولی الان هزاران نفرن، یه مقداریش به خاطر این تسهیلاتی است که برای کارت سبز ایجاد میشه، ولی یه مقدار زیادیش به خاطر دلزدگی از وضع موجوده. آدم هایی هستن تو زندان در ایران، اونا که دیگه برای کارت سبز این کار نکردن. کشیش هایی که تو زندان هستن، کسانی که تو ایران جلسات مذهبی تشکیل میدن و مناسک مسیحی ایجاد میکنن به خاطر اینکه دلزده هستند از وضع موجود. ممنونم آقای دکتر میلانی. چند روز پیش حتما خوندین دیگه، وزیر دفاع آمریکا با اشاره به تمایز مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی گفت که نباید روی کردی در پیش گرفت که مردم ایران را با حکومت نامحبوب ایران متحد کند. و خلاصه منظورش همین سخنی است که همه میگویند که مردم ایران یک داستان دیگری هستن. کاملا یعنی ببینید من و همکارم مایک مکفال که سفیر آمریکا در دوران اوباما در روسیه مسکو بود، یه مقاله نوشتیم در مجله واشنگتن کوارترلی، مقاله در مورد سیاست دولت جدید در باره ایران بود. و البته جالب بود، ما مقاله رو در نوامبر بایستی تحویل میدادیم و تحویل دادیم، ولی انتخابات شد و آقای ترامپ برنده شد و فرض خیلی ها بود که تقریبا مسجلا خانم کلینتون میبره و ما مجبور شدیم مقاله رو یک کمی تغییر بدیم برای اینکه حالا در واقع مخاطبش دولت ترامپ بود.
اون مقاله رو اگر بهش مراجعه بکنید دقیقا حرف ما تو اون مقاله همینه که حساب رژیم به خصوص گروهی که مثلا در بعضی از فرماندهان سپاه و خود آقای خامنه ای و بعضی از طرفدارانشون با مردم ایران کاملا حسابشون باید جدا کرد و مردم ایران خودشون در تلاشن که کردار و سلوک رژیم رو عقلانی تر بکنن و از این در واقع سیاست هایی که در سالهای اخیر اتخاذ کردن، سیاست های واقعا زیانباری که اتخاذ کردن، متقاضیشون میکنن که دست بردارن. یعنی یه روزی بالاخره محققین خواهند نشست و مطالعه خواهند کرد که این سیاست اتمی که ایران در دوران مثلا احمدی نژاد با هدایت آقای خامنه‌ای دنبال کرد چه بهای عظیم اقتصادی، روانی، سیاسی، علمی برای ایران گذاشت و حاصلش چی بود، که یاد بگیرن غنی سازی بکنن. یکی از این اخوندها همین چند روز پیش میخوندم توی یکی از این، مثل این که نماز جمعه گفته که غنی سازی لبه تیز علم جدیده و ما غنی سازی ها گرفتیم. غنی سازی 1940 هم لبه تیز علم جدید نبود، الان که اصلا واقعا مضحکه. چون الان بگید غنی سازی در حد 20% میارزه که ما جوانامون نتونن برن دانشگاه های درجه که دنیا مهندسی بخونن. یه روزی اون کار میشه و این محاسبه صورت خواهد گرفت، ولی در این فاصله مردم همونطوری که آقای مطلس هم بکنم من به درستی گفته، حسابشون کاملا از این رژیم بایستی جدا باشه. آقای دکتر میرانی، در ارتباط با همین سخنان وزیر دفاع آمده است که او گفته که رژیم تهران رژیمی است که عواملش را مانند حزب الله لبنان وادار می‌کند تا اسرائیل را تهدید کند یا نخست وزیر سابق لبنان را به قتل برساند و توریست‌های اسرائیلی را در بلغارستان بکشد. او گفته است مسلما مشکل مردم ایران نیستند، بلکه این رژیم جمهوری اسلامی است که عواملش را میفرستد تا سفرا را در واشنگتن یا پاکستان به قتل برسانند. این رژیم ایران است که موشک در اختیار حزب الله لبنان یا حوثی ها در یمن قرار میدهد. مفصله. بله، و واقعا دوباره همون برگردیم به یه نکته که شما قبلا بهش اشاره کردید. شما مثلا بعضی از نامه های آقای موسوی رو میخونید که اون زمان برای استعفا به رئیس جمهور اون وقت خامنه ای فرستاده بود. موسوی اونجا میگه که من نمیتونم اداره بکنم، برای اینکه شما خودتون یه عده یه سیاست خارجی دیگری دارن، یه عده میرن یه دفعه تو یه جایی ترور میکنن، ما اون وقت یعنی دولت اون وقت بایستی تونش بده. یعنی حتی اون زمان این رژیم یک تنشهایی در درونش هست، الان که بدتر دیگه. هر روزی کسی یه فرماندهی سپاهی در گرگان، یکی در کرمان یه چیزی میگه، کاسه کوزه همه رو به هم میرزه. بعد هم نه واقعا میگه اصلا ملوک و توایفی کامله، هم قانونا ملوک و توایفی، هم هر امام جمعه برای خودش تعیین تکلیف میکنه در این شهر ما نمیخوایم کنسرت باشه. شما کی هستی میخواید کنسرت باشه یا نباشه؟ مملکت قانون داره، قانونش هم قانون ممکنه غیر دموکراتیک باشه ولی قانون داره. تو کی هستی نشستی تصمیم گیری در شهر ما؟ 75% مردم اصفهان امام جمعه گفته کنسرت نمیخوان. تو از کجا میدونی رای گرفتن؟ از کجا میدونی؟ بعد 75% یا دوباره امروز میخوندم که امام جمعه مشهد گفته که در ماجرای مشهد، در اعتراضاتی که به کشف حجاب شد، 5,000 نفر کشته شدن. واضحه که رقم ساختگیه، چرا نه 5,001 نفر؟
چرا نه 4999؟ مگه اون نفر 5001 اهمیت زندگیش کمتر از 4999 بود؟ اگه شما که تمام اسناد الان دستت دیگه، چرا نمیری اسناد در بیاری و ثابت بکنی؟ رقمش به غایت کمتر از این، یه نفرم اضافیه. من موافق به توپ بستن مسجد نیستم و فکر نمی کنم به زور میشه کشف حجاب کرد. فکرم هم نمی کنم به زور میشه حجاب سر مردم کرد و زنا کرد. اون دوران هم کشف حجاب مردونه کردن، هم کشف حجاب زنونه. الان هم به نوعی دارن سعی میکنن هر دو رو انجام بدن. هیچ کدوم نمیشه، با زور نمیشه. ولی آخه این رقمی که میگی شما به عنوان مقام مسئول چرا انقدر چیز میگی؟ دروغ. دروغ میگی و بعد دروغ آشکار و بعد دروغ میگم حتی اگر درست باشه، شما فکر کنید نفر پدرتون نفر 5001 بود که کشته شده، چرا اون زندگیش کمتر از اهمیت دیگرانه که شما برای اینکه یه رقم دهن پر کن بگی همینجوری سر همونطوری که در مورد 15 خرداد میگن هزاران نفر در 15 خرداد کشته شدن، اسنادشون هست، اسناد مرد اونها هست، بیمارستان ها هست، جوازهای قبر هست، در بیاری. کدوم کی تا بال تونسته چنین ارقام اغراق‌آمیزی رو ثابت بکنه؟ هی میگن، بعد میگن چرا مردم به رادیو تلویزیون توجه ندارن، چرا مردم به نماز جمعه نمیرن؟ دیگه نمیرن برای اینکه این حرفا در اونجا زده میشه. آقای دکتر میلانی، در یکی از سایت ها راجع به بازدید مهندسی شده 45 سفیر خارجی از زندان اوین گزارشی خواندم. دو سه کلمه شو بخونم نظرتون. میگوید منطقه خوش آب و هوا در شمال تهران، محوطه وسیعی که در آن هم موسیقی زنده توسط خواننده اوگاندایی اجرا می شود و مهمانان برایش کف می زنند و هم زنگ زورخانهش به صدا در می آید و هم غذاهایش عالی است. در زندان اوینه میگه. بله بله. ساکنان این منطقه با مهمانان خارجی به زبان انگلیسی خوشبش می کنند و می توانند در اتاقهای مجهز به تخت، یخچال، حمام و سرویس بهداشتی ساعاتی را در کنار همسرانشان باشند. این تصویری است که رسانه‌های ایران از بازدید 45 سفیر خارجی از زندان اوین در تهران ارائه دادند. تصویری که با مصاحبه سفرا کامل شده است. سفیر اندونزی به خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است هنگام بازدید شوخی میکردم و میگفتم شرایط اینجا انقدر خوب است که شاید برخی زندانیان ترجیح بدن در این زندان بمانند. سفیر پرتغال میگفت انتظار نداشتم اینجا اینقدر شرایط خوب باشد. عجب شخانه. و این بازدید مرا تحت تأثیر قرار داد. سفیر کره جنوبی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت بهداشت و تغذیه زندانیان با خنده پاسخ داده است البته در این بازدید غذای زندان را تست نکردم اما دیدم شرایط بهداشتی خوبی در زندان حاکم است. اینم اجازه به سفیران خارجی برای بازدید. از در دوران استالین حتما شنیدید یک دهکده‌ای بود که تمام ویزیتورهای خارجی رو هم سفرا هم کسانی که آمده بودند به مرکز انقلاب می بردن. اونجا همه چیز سبز و خرم بود، آب جوی جریان داشت، خونه ها خیلی روشن بودند، روستاها همه خیلی خندان بودند و بعدها معلوم شد که همش تئاتر بود دیگه. مثلا معروفه در مورد اون ده در واقع ساختگی دوران استالین. این هم یه تجربه شبیه به اونه، ولی دوباره من فکر میکنم واقعیت اینه که اوین امروز با اوینی که آقای رئیسی زمانی در اونجا
فعال مایشا بودن و به فتوایی مثلا 4000 نفر رو، نزدیکی 4000 نفر از مخالفین رو از دم تیغ گذروندن فرق میکنه. اون زمان اینا هر کاری دلشون میخواست میکردن و کردن. آقای لاجوردی هر کاری دلش میخواست کرد. خاطرات زندانیانی که در اونجا بودن خیلی چاپ شده، اسنادش چاپ شده، ولی الان دیگه نمیتونن اون کارا رو بکنن. و اینکه ناچار شدن یه چنین جریانی رو، حتی جریان دهکده استالینیستی رو راه بندازن، خودش حکایت از تغییر اوضاع داره. آقای دکتر میرانی، گلوب سازمان نظرسنجی میگوید ایرانی ها عصبی ترین مردم دنیا هستند. شما چنین چیزی رو باور میکنین؟ نه من نمیدونم مثلا چنین چیز، ولی در این که اون من خب واقعا ملاک عصبیتش و این که ازشون چجوری این سنجر رو انتخاب کردن رو باور ندارم، ولی نمیدونم، یعنی اطلاع ندارم. ولی شما نگاه میکنید نشانه هایی از این که تنش زیاده خیلی فراوونه دیگه، یعنی مقدار زد و خورد هایی که میشه، مقدار شکایت هایی که در دادگستری هست از همین نوع برخورد ها، مقدار اعتیادی که در جامعه هست، مقدار طلاقی که در جامعه هست، مقدار مهاجرتی که از جامعه هست، همه اینا به گمان من نشانه از وجود اون یک التهاب دائمی است دیگه. می‌دونید بنابراین وقتی قانون درست حسابی در مملکت حاکم نباشه، وقتی میزان بیکاری به مقداری است که الان هست، تورم به مقداری است که الان هست، امیدی به گشایش جدی در اوضاع نباشه، خب من فکر کنم افسردگی و استراب و ناخرسندی هم پیش میاد. ولی من سنجه اینا رو نمیدونم چی هست. نوشتن که گالوب در نظرسنجی سالانش زیر عنوان گزارش احساسات جهانی سال 2017 جامعه ایران را در میان احساساتی ترین جوامع روی زمین و در ردیف دهم این فهرست شناسایی کرده است. در گزارش گلوب جامعه ایران عصبی ترین جامعه روی زمین ارزیابی شده است. آقای دکتر، چون آخر برنامه است، یه 3-4 دقیقه وقت داریم، یکی از بینندگان ما تلفنی با من صحبت میکردن و گفتن از شما بپرسم بهترین کتابی که درباره زندگی رضا شاه و اعمال رضا شاه چاپ شده چیه؟ من فکر کنم در مورد خود رضا شاه بیوگرافی در خوبی من نخوندم متاسفانه، ولی در مورد روی کار آمدن رضا شاه به نظر من بهترین کتاب مال کماکان مال سیروس غنی است که ترجمه فارسیش هم از کامشاد هست. یه زندگی رضا شاه حسن کامشاد، حسن کامشاد ترجمه بسیار بسیار خوبی ازش دارن و کتاب واقعا مبتنی بر اسناد خیلی فراوونی است از چیز. ولی خود رضا شاه به نظر من واقعا ابعاد کاراکترش و کارهایی که کرده و تنشهایی که داشته اصلا شناخته نیست. من مشغول انتخاب یه سری از این اسنادی هستم که در این مجموعه زاهدی اینجاست، اردشیر زاهدی. خوشبختانه مقدار زیادی هم اسناد پدر اردشیر زاهدی، تیمسار زاهدی، جزء این مجموعه است. من همین دیروز داشتم یک کتابی رو از دوران جوانی زاهدی نگاه میکردم، فضل الله زاهدی. شما تصاویری که نگاه میکنی از ایران اون زمان، از شهرها، از روستاها، مثلا شگفت انگیزه. چنین مملکتی رو گرفت و به رغم همه گرفتاری هایی که داشت، به نظر من خب مسئله مالی داشت، اون حتما بایستی چیز کرد، ولی یه مملکت در حال فروپاشی رو گرفت و تبدیلش کرد به ایران جدید دیگه. و
تقریبا تمام کارهای مهمی که در جهت تجدد در ایران بعد از مشروطه میشه در دوران رضا شاه ریشش بود و یک بصیرتی داشت. و من فکر میکنم هنوز یک کتابی در مورد زندگیش که واقعا در حد پیچیدگی و غنای زندگیش باشه گمان من نوشته نشده و خیلی جا داره. برای اینکه اتفاقا میخواستم بگم اگه جا داره آقای دکتر خودتون بنویسین دیگه. به آرزو دارم یه روزی بتونم حتما واقعا یه بار من پیشنهاد کردم زندگی مصدق رو بنویسین. بله. یعنی به همون شیوهی که تحقیقات گذشتتون انجام دادید. بله. یعنی واقعا این هر دوی اینها از شخصیت های کلیدی تاریخ معاصر ایران هستن. تو این اسناد جدیدی که از وزارت امور خارجه و سیا در اومده یک کاراکتر دیگه هم که خیلی نقش غریبی داره کاشانیه، آیت الله کاشانیه. بله. اون هم یک پدیده ایست برای خودش واقعا. اونم بنویسین آقای دکتر. نه خیلی ممنونم ازتون تا هفته آینده آقای دکتر. قربون شما. متشکرم از همیهنان عزیزی که به برنامه توجه فرمودند و با سپاس از آقای بهروز مشکینیار که این برنامه رو کارگردانی کرد. شب روزتون خوش.